السلام علیکم بینندگان عزیز سیمای مستقل یکم. با خوشحالی به سمع شما میرسانم که در سیمای مستقل یکم باز یک برنامه نو در شکل اینتלקتوالی تاسیس شد. شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم با همکاری مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک باباجان غفوروف تصمیم گرفت که برنامه نوی را در شکل نو پیشنهاد نماید. این برنامه دانش سنج نام دارد، چون شما شاهد هستید. خب این برنامه برنامه اینتלקتوالی است، زمینه برنامه تاکشوی روبرو هست. در برنامه روبرو که اندیشه تفکر جوانان وابسته به مشکلات جای داشته و معرفی دستاوردها از نگاه جوانان سنجیده می شود، ما تصمیم گرفتیم که با دانشجویان شکل دیگری برنامه آمده نموده باشیم. وظیفه اولین درجه دانشجویان که دانش اندوزی است، ما در برنامه دانش سنج یعنی سوال گذاری میکنیم و جوانان جواب میگن، یعنی که سطح جهان بینی و سطح دانش جوانان سنجیده می شود. این بخش اولینی برنامه دانش سنج است بینندگان عزیز. خب شما با شکل و رفتی برنامه هر که شما رو آگاه میکنم، باید خاطر رسان کنم که مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف که 75 کافدره دارد و از این در 67 کافدرهش دانشجو دارد، یعنی که از ان همین 67 کافدره دانشگاه یک نفری دانشجویان فعال بین همدیگر رقابت میکنند، تنها یک نفری، و در از این گوییم که 67 نفر در یک برنامه 4 نفر اشتراک میکنند، از 4 نفر کافدره دانشگاه و همچنین گوییم که یک نفر دانشجو حقوقی با نیم فینال، یعنی که نیم نهایی راحت میگیرند، 3 نفر دیگر از گوییم که با نیم نهایی راحت نمیگیرند، تنها یک نفرشان با بازی نیم نهایی راحت میگیرند. خب اشتراکشان را برای بینندگان ارجمند آشنا میسازیم. باید خاطر رسان کنم که همه دانشجویان که اینجا حضور دارند از 4 کافدره فاکولتی فیلولوژی تاجیک هستند. خب اشتراکی رقم 1 سومن حمید واستان از کافدره ژورنالیستیک و نظری ترجمه، شما رو خوش اومدید میگم. اشتراکی رقم 2 ما نماینده کافدره زبان تاجیکی صلاح الدین رحمت واستان، شما رو خوش اومدید میگم. و همچنین اشتراکی رقم 3 ما معرفی میکنند کافدره ادبیات مو سیرو رستم جان قدیروف. رستم جان خوش اومدید، تشکر از شما. همچنین اشتراکی 4مین ما سرفراز ایمولیدینوف از کافدره گویم که ادبیات کلاسیکی هست، نماینده کافدره کلاسیکی، تشکر، خوش اومدید. خوب اشتراکچیان عزیز، شما رو با شکل و رفتی برنامه آشنا میسازم و همچنین بینندگان عزیز شما نیز توجه نمایید. شما نیز میتوانید که در دوامی برنامه ما در برنامه ما شرکت ورزیده باشید، هرچند که غایبانه است اما میتوانید شرکت ورزیده باشید. خوب توجه کنید، برنامه ما از 3 بخش عبارت است. در بخش اولی برنامه برای شما دو تاگی سوال پیشنهاد می شود از اختصاص خودتان با 4 نمودی جواب، یعنی که با 4 وریانت جواب رو پیشنهاد می شود. شما باید که جواب درست رو انتخاب کنید. برای فکر کردن 20 ثانیه وقت داده می شود برای شما. اگر شما جواب درست رو انتخاب کردید یک خود را صحیح می شود. با همین بخش اولی ما به انجام می رسد و بخش دوم رو آغاز می کنیم. بخش دومی برنامه ما چنین است. در این بخش من فکر می کنم که مشکل تر هست، زیرا که سوال بدون وریانت پیشنهاد می شود. بیرون از اختصاص، بله از اختصاص بیرون است، چه خیلی که دیروز مصلحت کرده بودم. خب در این اگر در این بخش گوییم که شما اگر جواب درست گفتید صاحب دو خول میشوید، اگر جواب نزدیک گفتید یک خول رو صاحب میشوید. در بخش سوم به شما من نه مانیتور پیشنهاد میکنم سوال رو، یعنی که سوال طریق رسم عکس پیشنهاد میشود. 4 عکس هست، یکش زیادتی، 3 عکس هست، یک مفهوم رو اشاره میکنند. عکس جمع عکس برابر چی است؟ خب در مجموع ما طریق عکس به شما سوال رو پیشنهاد میکنیم. در این بخش نفری که جواب درست گفت 3 خول رو صاحب میشود، نفرانی که جواب نزدیک رو برای ما پیشنهاد کردن یک یا اینکه 2 خولی رو صاحب میشود. به همگان فهمو است؟ شما آماده هستید که ما رقابت رو آغاز کنیم؟ بله. شما رو هیجان پخش نکرده ساده است؟ تیار هستید؟ خب رفتیم، تشکر. سوال به اشتراکچی رقم مه از کافدره ژورنالیستیک و نظری ترجمه است، سومن حمید. و خب سومن توجه کنید، سوال از تاریخ ژورنالیستیک تاجیک است. مطبعه اولین در کدام شهری آسیای میانه تاسیس یافته بود؟ آ تاشکند، ب بخارا، و سمرقند، گ دوشنبه. تکرار کنم، 20 ثانیه وقت. مرحمت. تاشکند، بخارا، سمرقند و دوشنبه. میتوانم جواب بیم؟ فکر نکرده جواب میگید. مرحمت. وریانت آ تاشکند. شما اطمینان دارید که این وریانت؟ بله، چون که پس از ضبط آسیای میانه اولین مراتبه در تاشکند مطبعه تاسیس یافت، سال 1868. خب متاسفانه جواب نادرست گویم، خطا میکنم، زیرا خوشبختانه این جواب شما درست است. شما سبی اخلاق گرفتید. شما
تبریک میگم شما رو. خوب سوال به اشتراکچی رقم 2 از کافدری زبان تاجیکی صلاح الدین. سوال به شما، سوال از زبان ادبی حاضری تاجیک. این سوال رو من از کمپلکس تعلیمی کرسی یک دست هستم بودم و فکر میکنم که اونقدر مشکل نیست، شما باید که دریابید. خب دقیق سوال، لکسیکولوژی به چند تقسیم میشود؟ لکسیکولوژی به چند تقسیم میشود، یعنی که به چند قسم تقسیم میشود؟ وریانت A 2، وریانت B 3، وریانت V 4، وریانت G 5. لکسیکولوژی به دو قسم تقسیم میشود. خب شما بیسونم فکر نمیکنید؟ نه. کدام قسم ها؟ لکه این شهازی گفته نمیتونم، یکی انقل آدم هست که دو قسم. خطا نگیش متاسفانه خطا هست. بله خب اگر سه میگفته شاید که شما سه چی بوده یا چون میگفته شوخی میکنم. البته لکسیکولوژی به سه قسم تقسیم میشود: لکسیکولوژی عمومی، لکسیکولوژی مقایسه و لکسیکولوژی زبانی علاهیده. متاسفانه. خب حالا بازی در پیش است، رو افتاده نشوید. سوال با گویم که اشتراکچی رقمی 3 رستم جان، سوال با شما از نماینده کافدری ادبیات معاصر. توجه کنید رستم جان، تماشای فیلم رو دوست ندارید؟ نه اونقدر. خب و شاید که انا همین فیلم رو شما دونید، اگر نه اونقدر باشد شاید که نیابید. خب به هر حال من به شما سوال رو پیشنهاد میکنم، توجه کنید. فیلم قوه بزرگ از روی اثری کدام ادیب تهیه شده است؟ فیلم قوه بزرگ از روی اثری کدام ادیب تهیه شده است؟ ولی انتها رو پیشنهاد میکنم، توجه کنید: میرزا تورسون‌زاده، ساتی ملغزاده، جلال اکرامی و همچنین فضل الدین محمدیف. میرزا تورسون‌زاده، ساتی ملغزاده، جلال اکرامی، فضل الدین محمدیف. فیلم قوه بزرگ. بیسونه وقت. شاید میرزا تورسون‌زاده باشد. میرزا تورسون‌زاده. شاید. شاید باشد. نمیدونم. قوه بزرگ. بله میرزا تورسون‌زاده. تغییر نمیدهد؟ نه. شما امین هستید؟ بله. بله این جواب جوابی درست است. سوالی شما یوردن کردید. خب باشد، میتونید یوردن داده باشید اگر خواهید که از شما حقوق خواهید. زیرا که میرزا تورسون‌زاده. بله جواب جوابی درست است. نه اساس داشت. بله جواب جوابی درست است و رستم جان صاحب یک خواهد گشتید. تبریک. سپاس گذارم. مبارک باد میگه. تشکر. خب سوال با اشتراکچی رقم 4 ما سرفراز، نماینده ادبیات کلاسیکی. این نفر بیشتر دوست می‌دارن ادیبان کلاسیک رو، از همین روز من براش شعر خوانم می‌کنم. راضی هستید؟ تو از فیلم سوال دارم. یکم میرم. شعر خیلی راحت کنم. خب باشد، مرحمت. خب توجه کنید. نخستین بار گفتش از کجایی؟ بگفت از دور ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چی کوشند؟ بگو اندو خرندو جان فروشند. یعنی که اندو می‌خرند و جان می‌فروشند. خب مؤلف بیت کی است؟ نظامی گنجوی. بیوریان. جواب درست است. بله واقعا هم شما صحبی اخو هستید. تبریک میگم. با شما تشکر میگم و بخش اولی ما ادامه دارد. من باید با شما سوال های دیوم رو از اختصاصتون با چهار نمودی گویم که جواب پیشنهاد کنم. سوال باش روشی رقم یک سومن، توجه کنید. خب با شما اول از تاریخ ژورنالیستیک سوال داده بودم. سوال دیومی ما از ژانرهای ژورنالیستیک پیشنهاد میشود، توجه کنید. در مخبرنامه ژورنالیست با کدام صفت برآمد میکند؟ در مخبرنامه ژانر مخبرنامه رو میدونید نه؟ فکر میکنم که ژورنالیست با کدام صفت برآمد میکند؟ A خبررسان، B نقل کننده، V اشتراکچی حادثه، G شاهد بی‌واسطه حادثه. خبررسان، نقل کننده، اشتراکچی حادثه و همچنین شاهد بی‌واسطه حادثه. فکر میکنم وریانت V، اما مطمئن نیستم. وریانت V اما مطمئن نیستم. خب شاید که ما به شما امکان دهیم باسم فکر کنید، زیرا که با همدیگر خیلی نزدیک هستند. اصلا وقتی که همین سوال رو دادید همش پیش در پیش به هم دیگر مانندی دارند، چون همین با ژورنالیست همان لحظه حتما لازم است. اما یکیش خیلی نزدیک است. من با شما هم فکر هستم که همین طلبات ها هست در اینجا. اما یکیش دروه هماندم یا سیم یا چهارم وریندش سیم رو توکل. سیم رو توکل میکنید. خب خوشبختانه گویم خطا میکنم شما، زیرا متاسفانه وریانت B است. اینجا در مخبرنامه نامه مخبر است، ژورنالیست به صفت نقل کننده برآمد میکند، زیرا که او نقل میکند که چی حادثه شده بود. نقل کننده است. تشکر میگم به شما سومن. خب سوال به اشتراکچی رقم 2 صلاح الدین. شما نماینده کافدری زبان تاجیکی هستید. فکر میکنم با کتاب هر سخنجوی و هر نقطه مقامی دارد آشنا هستید. مؤلف کتاب هر سخنجوی و هر نقطه مقامی دارد محمد جان شکوری است. این سوال نیست صلاح الدین، سوال دیگرگونه است.
خب کتاب هفت سخن جای و هر نقطه مکان ندارد. بوری اول سالی چند نشر شده بود؟ کتاب هر سخن جای و هر نقطه مکان ندارد. این کتاب سالی چند به نشر رسیده است؟ پرنت آ 1952 1968 1985 1992. پرنت رو تکرار کنم. 1952 1968 1985 1992. برای شما کمک میکنم. این کتاب آخرین مرتبه سالی 2005 نشری گویم که سیوم گویم که چهارومش انقدرش چهارومش با چاپ شده بود. شما باید که اولین نشرش رو برای ما گویم. سالی چند؟ خب بیسونه وقت. این قصر رو نمیدونم لیکن به تخمینم هم وریانت ایس درست. وریانت ایس وریانت وی یعنی که 1985 رو شما در نظر دارید. وریانت سیوم رو انتخاب کردید. 1985 یعنی که خب صلاح الدین با شما چی بیام؟ جواب غلط است. جوابی درست سال 1968 است. نشریاتی ایرفون این کتاب رو به نشر رسانیده است. از 195 صفحه عبارت بود این کتاب. تشکر میگم به شما. سوال با اشتراکی رقم 3 هم پیشنهاد می شود. بینندگان عزیز خاطر رسان میکنم که شما نیز می توانید با سوال های ما جواب های خود را جسته باشد پیدا کرده باشد. خب رستم جان توجه کنید. سوال نهایت کوتاه است. خیلی خیلی کوتاه است. توجه کنید از این لحاظ. شیخ مومسیکی مفتخور که صاحب استخوانه رختگری است در اسنای سوختار استخوانه خود می سوزد و جسد انگیز شده او را در حالت می یابند که صندوقچه پر از طلا و نقره خود را خلاص کرده نتوانسته. خودش هم زنده با اون صندوقچه سوخته اما از ذری جمع کرده اش جدا نشده است. این سوال نبود رستم جان. این ابرز شیخ ریختگر بود که در یکی از اثرهای استاد سرزین عینی این چیز این نکاس یافته است. خود شما باید بگید که کدام اثر است. من برای شما وریانت ها رو پیشنهاد میکنم. مرگی سودخور، یاد داشت خو، جلادونی بخورا، آدینه. مرگی سودخور. مرگی سودخور. بله. نمیکنه. نه، مرگی سودخور. متاسفانه هرچند که اینجا مومسیکی گویم که شیخ را نشان داده است اما این در قسمت سیوم کتاب یادداشت ها این ابراز آورده شده است. خب سوال به غمگین نشوید. حالا باز غمگین نیستم. سوال ما دوام دارد. خب سرفراز سوال به شما. سوال دوم به اشتراکچی رقم 4 سرفراز به شما است. توجه کنید. این نفر شاعر و دراماتورگ است. این نفر شاعر و دراماتورگ است. مؤلف 17 مسحکه 11 فاجعه، 5 داستان و 154 سونت می باشد. این نفر کی است؟ من حاضر حالا میگم که این نفر کی است. شما باید از همین نفرهایی که من میگم انتخاب کنید که کی است. وریانت آ فرانسوا رابلی، وریانت ب ویلیام شکسپیر، وریانت و اریستوتل، وریانت گ گومر. خوب تکرار میکنم. فرانسوا رابلی، ویلیام شکسپیر، اریستوتل، گومر. خب اگر من فکر می‌کنم از تاریخ ادبیات با خبر بودید. کلاسیک خارجی شده این؟ بله کلاسیک خارجی است. بله همه من اینجا وریانت ها رو گفتم از کلاسیکانی خارجی. بله خواهید اگر ایلاوه میکنیم ابو عبدالله رودکی. مرمت به فکر من ویلیام شکسپیر است. ویلیام شکسپیر. شما میتونید بیسونه و فکر کرده باشه. همین به فکر من نزدیکتر. همین بله. خب وریانت درست است. بله واقعا هم این نفر ویلیام شکسپیر است. تبریک میگم شما. خب شنوندگان عزیز بینندگان ارجمند با همین بخش اولی برنامه رو مجمع بس میکنیم و بخش دوم برنامه رو آغاز میکنیم. با ما بمانید. خب شما آماده هستید که در بخش دوم برنامه با ما رقابت کرده باشید؟ رستم جان، صلاح الدین، سومن، سرفراز آماده هستید؟ بله. خب سوال بیرون از اختصاص بدون وریانت برای شما پیشنهاد می شود. بله. سوال به اشتراکچی رقم 1 سومن. سومن سال 2015 سال چی اعلان شده بود؟ به شما 20 ثانیه وقت و همچنین گویم که باید اشتراکچیان عزیز شما اگر جوابی درست گفتید دو خود را صاحب می شوید در این سوال ها. خب سومن سال 2015 سال چی اعلان شده بود؟ فکر کنید و جواب بدید. شما متاسفانه حق جواب دادن ندارید. بله. من با شما دیگر سال رو پیش نمیدونم. خودتون تیار شد. سال 2015 را سال آیله اعلان کرده بودن تا حتی به گفتی پیشوای ملت آیله سالم جامعه سالم است. این جواب بپرگی درست است. این جواب درست است. بله گفتن هم سال 2015 سال آیله بود. تبریک سومن. خب میگذاریم به قسمت دیگری
نه به قسمت دیگر نمیگذارم. خب ما به قسمت دوم نه واسه آغاز کردیم. خب به نفر دوم میگذارم. به قسمت دوم نه. صلاح الدین توجه کنید. این سوال از ساحه تکنیک است. شما جوانان شاید که دانید سوزشواری چرخ بال چی است؟ یعنی چرخ بال با کدام نموده سوزشواری پرواز میکنه؟ با کدامش پرواز کرده نمیتونه. خب یعنی که سوزشواری چرخ بال چی است؟ بیستانی من سوزشواری چرخ بال؟ بله چیست از چرخ بال؟ مثلا ماشین ها با گویم که بنزین و گاز حرکت میکنه. چرخ بال با چی؟ اوکی. شاید با آب؟ نمیدونم. خب با باز چی پرواز میکنه؟ این رو شما باید که گرد بیستانی من سوزشواری چرخ بال بوره هم اگر روبرو شده یه چونیده ایت نمیدونم. خب بیستانه رفت جواب شما کرسین نمی؟ کرسین حالا میبینم من هم نمیدونم. خب شما دیگر نمیکنید جوابتان کرسین. صلاح‌الدین صاحب دو خال نگشتن گیم خطا میکنم زیرا که جواب درست است. بله این جواب درست است. خب رستم جان توجه نمایید سوال به شما است. ماهتاب از آفتاب چند مرتبه خود است؟ منو فکر کنید. من به شما به خاطر که کمتر مشکل است این سوال کمی یاردم میدم. خیلی زیاد هست. خیلی خیلی این زیاد هست. خب من به شما گویم که از سه رقم عبارت هستیم. انا همون سه رقم رو شما برای ما بگید. از سه رقم؟ حالا میبینیم که من همش رو گفتم یا نه سوال بگید. خب سه رقم. یکصد و یازده هم سه رقم هستند، 999 هم سه رقم هستند. برای همین شما باید گوید که کدام رقم های این سه رقم. خب ماهتاب از آفتاب چند مرتبه خورد است؟ بیست ثانیه بعد سه سد و سی پنج مرتبه. خب شما نزدیک اومدید اما باید 65 عدد دیگر جمع میکردید. 395 400 مرتبه. بله 400 مرتبه بزرگ است. خب سوال به اشتراک چه رقمه؟ 4 سرفراز توجه کنه. امیر نصرالله از دست کی کشته شده بود؟ این نفر خیلی پیوندی او بود. امیر نصرالله از دست کی کشته می شود؟ امیر نصرالله از دست همسری خود کشته می شود. انیق هم. دیگر نمی کنه؟ نه. شاید که دیگر کنه؟ نه من بله زوجه او را میکشد یعنی که زهر میدهد. درست است. این جواب جواب درست است. خوب قبول. تبریک میگم شما را با بخش دویم که ما جنباز کردیم و ما آغاز میکنیم بینندگان عزیز بخش سیوم برنامه را آغاز میکنیم ایزان دل. خوب چون گفتم سوال از منیتور یعنی که من نمو منیتور با شما سوال ها را پیشنهاد میکنم. شما اگر آماده باشید من سوال ها را برای شما پیشنهادتان میکنم و حتما که ما ادامه میدیم. اگر شما جوابی درست گفتید خاطر رسان میکنم که سه خال رو سوی میشه. جوابی نزدیک گفتید دو یا اینکه یک خال رو. آماده هستید؟ بله. خب رفتیم. خب سوال اولین این کدام سرود هست؟ این کدام سرود است؟ برای شما کمک من همین هست و همچنین برای بینندگان که این لحظه ها فکر کرده سودن که این کدام سرود است من کمک میکنم که این متن این سرود رو استاد لایق شیرعلی نوشتن یعنی متنش رو نبود شعرش رو. خب این کدام سرود است؟ شما چی رو میبینید در عکس؟ باید دیار یک تحلیل میکنید اینجا متن عکس اول زادگاه استاد مزار شریف است. مزار شریف است. خب این جوان باشد غمگین و مایوس است. غمگین و مایوس اینجا دو مکتب بچه دوستان با هم دیگر که مطالعه کتاب دارن تنها این باشه تنها سوی سفر دارد یعنی که سفر دارد. اگر جمع کنیم کدام سرود می شود؟ گفتم خب وریان پیشنهاد کنید مرحمت کدام سرود می شود؟ خب جوانی رفت یا از دور آشنایی ترانی خب باز هم کمک من همین است که همین است که این سرود رو استاد افضل شادی سرودند. بله خوب این کدام سرود است؟ مرحمت در پیشنهاد کنید. دیاری جوانی رفت گویم که مزار شریف جوانی غمگین دوره مکتبی و رفتن دختر. چی رو پیش نظر شما آورده استاد لایق
لایق در وصف جوانی یک چند تا گفتن، مثلا یک دیگرش کجا شد موی مشکین، هم در وصف جوانی است. بله نزدیک است، هم به این نزدیک است. اما باز نزدیکتری دیگری هست، شما فهمون رو دریابید. خب شاید که حاضر من موسیقیش رو میسرایم هم برای شما. نه من نمیسرایم، شما باید که دریابید که این کدام سرود است. مرحبا. خوب وریم. البته شعرهای استاد لایق رو افتاد شو شدی بسیار خونده است. بله بله قبول است. اما این گویم که یکی از سرودهای مشهور واقعا هم مشهور هم هست. جوانی رفت با فکر ما. خب شاید که جوانی رفت باشد. باز چی بگم؟ باز سرودی چی؟ سرود غم انگیز است. بله سرود غم انگیز است. خب وقتی که دختر می رود غم انگیز می شود. کجا شد اون موی مشکینت؟ کجا شد ایش رو نازن؟ وای جوانی است. وای شعر در وسط جوانی است. آن شعری گویم که عشق نیست، کجا شد آن برای توجه برای جوانی هست که جوانی ما کجا رفتی میگه؟ جوانی هم کجا رفتی؟ کجا رفتی جوانی؟ خوب باز وریانت مرحمت کی چی وریانت پیشنهاد؟ شاید درباره وصف دهه غمگین میگرد که میکنم یکی دیگرش آن کس هم در وصف محبوبه شهریشان همیشه را نوشته بودم. باز چی؟ باز کدوم وریانت؟ زنده باشید مرحمت. باز چی وریانت؟ اینجا به تاریک دیگر شما گفتیم که جوانی رفت، گفتیم از دور آشانی تو رو یاد میکنیم، گفتیم باز چند وریانتی دیگر بود. اما باز هم وریانتی درست دیگر است، کمکی من برای شما همین است. مرحمت یو بید دهه مزار، مزار شریف جوانی غمگین از آنه که یورش رفته است و او یاد میکند کدام لحظه رو دوره مکتبی رو یاد میکند. انا همین بسیار ما با شما کمک کردم. چون که در آوانی 18 سالگیش شبه به پیچتاب آرام اون هم جوانی است، در وسط جوانی است، در وسط جوانی است. نزدیک هستید، بله نزدیک هستید. اما باز یک سرود دیگر هست، بسیار سرودی گویم که گوش فرام است. درباره محبت متنش هم نهایت خوب است. البته درباره محبت هستین، شما میتونید که متنش رو زمزمه کنید. اگر ما متنش رو زمزمه کنم یک قطورش رو گویم، شما نام سرود رو زود میگویم. پس من به فکر خودم میستم جوانی رفت. جوانی رفت شاید که نادرست است، اما به فکر من جوانی رفت. خوب باشه، شما اندیشید که در شعر جوانی رفت آیا یکان لحظه مکتب بود یا اینکه نیست؟ این رو هم به نظر گیرید. لا مرمان باشه باشه زودتر داریو بید غمگیری این سرفرو شما چی میگه؟ نامده ای ساده سیخان همین مکتب بچه ها ما را گمراه کردیست دادن، چونکه هر سی آن به همان سرود مانند. من برایش ما خیلی کمک میکنم. اینجا شما گفتن که ما رو کمی هم به اشتباه وارد کرده سدن مکتب بچه ها. شما در باره انا همین چیز فکر کنید، در باره سه این فکر نکنید. سرود بیشتر به این چیز تعلق دار، زودتر میابید منطقا فکر کنید، زود میابید مکتبی عشق عاشق. بله کدام شعری استاد لایق بود که حسرت گفته بودن که مثلا دوره مکتبی بود یاری من رفت با همین مضمون ده؟ البته من تنها موندم غمگین شدم. و همچنین در شعر مزار شریف هم هست، گویم که تصویری دهی مزار شریف هست. خب باز چی؟ من خیلی به شما کمک کردم در یا بید؟ ادبیات معاصر نخونده این خیلی سارا؟ ادبیات معاصر حالی ما نبود بفارید حالی ما به این درز نامده حالی به این درز نامده. خب مرمد یکان وریانت پیشنهاد میکنه، کی وریانت پیشنهاد میکنه؟ زنده باشه، زنده تر باشه. صلاحیدی؟ من جواب نیست، جواب نداره. شما رستم جان؟ یک دور میگم جوانی رفت. جوانی رفت. شما؟ نیست چیز نمیست. تقریبا جوانی رفت، نه مطمئن نیستم. این جوانی رفت نیست سرودی، دیگر سرود است. خب زمزمه کنم. نای 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 در دامنی بهار. نامی سرود کی یکم گوید سه خال ساید می شود؟ نامی سرود خمار است، درست است. این شعر نام داشت خمار. در دامنی بهار اندر دهی مزار گلغونچه فز پاکیزه گوهر می رفتم از برش گذاشته دفترش. هفته گذاشته برادرش همین شعر گفته بودم. بله این سرود نام دارد خمار. خب خود را بودم جوانان عزیز، شما غمگین نشوید، سومن سه خال رو گرفت.
من گفتم که کی یکم گوید. خب تبریک سمان. اصلا باید که دخول میگفتیم. اما از آن لحاظ که ما چهار نفر جوان ها هستیم کمی حرمت میکنیم. بگذار سه خال برای سمان باشد. تشکر سمان. خب توجه کنید. عکس دیگر. اینها چیستند؟ چهار عکس. اینها چیستند و چی رو ایفاده میکنند؟ توکما؟ کنابکا توکما. توکما. کنابکا باز چی؟ توکما. رستم جان؟ اون چیزی که خوبش میگه گریه میکنه چیزی چیز من میبرم همچنین همون چیز چیست؟ توگمه هست توگمه همه توگمه کنوبکه هر چون شما سیخالی رو سایی شدید بله اینجا اکسی توگمه هست یعنی کنوبکه هست کنوبکه هستم بله جواب ها درست بودن خب مرحمت اکسی نوبتی رو میبینیم کمی مشکل است چی حاصل میشود؟ ورزش چون که نش ورزش عقلی و نش جسمانی باز چه؟ انیقتر دقیقتر باز چیزی دیگه هست غالبیت غالبیت ورزش باز چی؟ غالبیت ورزش باز چی؟ نیرو نیرو باز چی؟ دو قوه بزرگ دو قوه بزرگ؟ چه؟ شا چی هست؟ این دو قوه بزرگ خب 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 نیرو همه مفکر ورزش قوه باز چی؟ غالبیت باز چی؟ خب اگر گویم که شما همه اتان نزدیک هستید اما جواب درست دیگر شما فکر میکنید فکر کنید این جواب همه شما نزدیک هستید اما جواب دیگر است پیروزی شما خیلی نزدیک هستید پیروزی و غالبیت هر دو به فکرم سینونیم هستن خب باز چی موفقیت گویید این هم سینونیم هست دیگر چیز را فکر کنید موفقیت پیروزی غالبیت این چیزها پیوندی نزدیکی دارن خیش و تبوری دارن خاله بچه هستن داره همین نزدیک هسته اما چیزی دیگر هست فکر کنید نمود های ورزش نمود یا آخی شاهمود و ورزش نفره که شتان بگیره دارن وزن رو ورزش منطق اگر شما منطقا فکر کنید حتما در میاد زیرا که اینجا تماما چیزی دیگر هست تماما چیزی دیگر هست بله اینجا قوه هست اما چیزی دیگر رقابت شد همین دو اسب رقابت نیست بس چه رقابت نیست اینجا رقابت نیست گویم که دو اسب رقابت کرده سال اما این نفر با خودش رقابت نمی کند خب هر دو همین رو پیوست کنید شما چی حاصل می شود امید امید عجیب بس چه نه اینجا غلبه هم نیست امید جان هم نیستیان دیگر چیز هست خب فکر کنید شاید قوه رو با چی پیوستن ممکن است خیلی من به شما کمک کردم فکر قوه و قوه چی؟ قوه عقلی قوه جسمانی قوه عقل قوه جسمانی باز چی؟ قوه چی باز؟ قوه عقلی قوه چی هست؟ نیروی قوه عقل از دیگه هستید اما دیگر چیز هست قوه چی هست اینجا؟ رسم رو بینید خودش من گفه ایسا دست آخه خب وزن برداری می؟ قوه جسمانی قوه جسمانی نیست خوب شما بس آخر من گفته نمیتوانم با پورگی خیلی نزدیک کردم من با شما خیلی کمک کردم اینجا بله قوه است قوه چی است یا کلمه است همون کلمه رو برای من گوید یا کلمه انسان خیلی 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 کوتاه است عکس رو بینید خودش گفته ایستاده است که منم من گفته ایستاده است عکس رو بینید سخت توجه کنید چی است قوه چی است خب بینندگان عزیز شما نیز توجه کنید و حتما که دریابید این قوه چی است این قوه چی است قوه انسان نیست زیرا که اینجا انسان نیست انسان هست مرمون حاصل دارم بله قوه چی هست؟ من به فکرم به خیال احساس رفتم قوه دست قوه دست نیست چی هست؟ قوه رو همه اتون گفتید اما قوه چی هست اینجا؟ آخر منطقا فکر کنید در عکس شما چی رو دیده ایستاده؟ در عکس؟ آخه جوانه که در عکس اولش ورزش رو دیده ایستادیم دویمش این نیروشان رو دیده ایستادیم خوب بیاید خیلی میکنیم اینجا قوه است قوه چی است سومن قوه چی است ورزش قوه چی است عقلی قوه عقلی قوه چی است قوه هم عقلی هم ورزشی قوه جسمی رو میگه قوه اسب است اینجا موتور ماشین رو با چی چین میکنن با قوه اسب چین میکنن قوه اسب اینجا قوه هست و اسب هست قوه اسب است این جواب جوابی درست است موتور ماشین است قوه یعنی که بیشتری موتورها رو با قوه اسب چین میکنند شما میدونید اینجا قوه اسب است قوه اسب و اسب است بله من گفتم که در عکس جواب هست من گفتم قوه چی قوه انسان نه قوه اسب
اسب هست. خب شما خول نگرفتید متاسفانه، ما میگذاریم به قسمت دیگر. عکس ها چی رو ایفاده میکنن؟ حالت روحی انسان. حالت روحی انسان. حالت. حالت. پس چی؟ حالت. تبسم. پس چی؟ یکتش عصبونه. دویمش خرسند. سیویمه چورمش زرخان نگر روست؟ نه سیویمش. چی هست؟ حالت به فکر منه. به حالت نزدیک هست اما حالت نیست. حالت نه. خب. این چی هست؟ قیافه؟ حالت. اما باز هم چی گفتم ممکن است؟ چهره باز چی گفتم ممکن است؟ پشاته داریم نکتش کنید؟ پسیخالوگی پسیخالوگی رو بیشتر فکر کنید. استرس؟ پسیخالوگی رو فکر کنید. پسیخالوگی رو شک. شما باری دارید که همین نفر به حالت شک قرار دارد؟ یا این نفر؟ یا این نفر به حالت شک قرار دارد؟ این نفر شک گوییم که این نفر شک نیست؟ استرس گفتم. این نفر نفرت کرده سود است از کدام بوی بله؟ سر من بوی کنم؟ بله از کدام بوی بده نفرت کرده سود است؟ چی هست؟ اصلا ما بوی رو نفهمیدیم. جواب چی هست؟ بله شوخی میکنم. برامد فکر کنید از هر چورش هم ابروان هاشون نگه برو نکه در چور حالات وضعیت روحی انا همون وضعیت روحی رو در پسیخالوگی چی میگن باسم؟ بو یک ایموتسیه. ایموتسیه پسیخیکا. ایموتسیه چی میشود با زبان ترکی؟ احساسات. احساسات هیجان. خوب نمیدونم. خوب بیاید این خیل میکنیم. جواب شما سما حالت. حالت است. جواب شما سوالی دین کمتر فکر کنم. جواب شما احساسات. احساسات. جواب شما حالت. آن چیزی که حالت. حالت احساسات. احساسات حالت. احساسات حالت. باز چی؟ هیجان. هیجان. هیجان یا اینکه خوب بیر هیجان حالت. حالت و احساسات. بله وضعیت به هر گونه وضعیت. هیجان. حالت. خرسند. خوب به همین وریانت هایتون میستید من وریانت درست رو گویم از شور وریانت شما یکیش درست است گویم. وریانت درست رو اصلا صلاح الدین پیشنهاد کردن اما خول رو صرف روز میگیرن زیرا اینجا ایموتسی هست. بله اینجا روحی است. جوابی درست است. شما گفتید آمدید جواب رو گفتید اما رفتید و این نفر قپیدن گرفتن. رحمه صلاح الدین. خب ما میگذاریم در قسمتی دیگر یعنی که با رسمی دیگر عکس دیگر میگذاریم. رسم ها رو در یک جایی در این رسم ها در یک جایی چی رو افاده میکنن؟ فیلم. آغاز فیلم. آغاز فیلم. باز چی؟ آغاز فیلم. خب نفرانه که بیشتر با ویدیو مشغول هستن من فکر میکنم که کامیرا. کامیرا. اما اینجا کامیرا نیست. آغاز فیلم از در هر یک چیه بکرم. آغاز فکر کنه. من اینجا از فیلم مونتاژ کردم در برنامه‌هایی که هم مونتاژ می‌کنم چون عکس‌ها گذاشته شده است یعنی که در برنامه‌هایی که تنظیم کردم تنظیم می‌کنم چون عکس هستند. خوب قبول. چی حاصل می‌شود شما همین رو برای من بگید. فیلم تست هر سه شب یک چیز است. چی حاصل می‌شود صلاح الدین سفروز؟ فیلم. فیلم حاصل می‌شود. خوب در اینجا لنته هم هست. لنته گذارونید مونتاژ کردم نشون دیگه چی سلسله فیلم ما شما رو نفهمید چی مقصد در اونجا هم ثبت هست آغاز در پروگرام هست که اینجا بریده و چی میگن اون چیزی که ثبت شده است و چیزی جوهی خطاگش رو اصلاح میکنه. اما چی میشه بعد در یک مفهوم ویدیو منتاج. ویدیو رولیک باشه. ویدیو رولیک مونتاژ. مونتاژ شما من یک چند تا وریانت دارم برای همین گوید همه شو گوید یکی از شاید که درست باشه. نه واقعا وریانت های تون رو گوید یکی از شاید که درست باشه. لنته ویدیو منتج شاید باید جورنالیست رو بسر کار کنم. لنته و ویدیو منتج. خب شما فیلم. فیلم شما آغاز فیلم هست بفکرم. آغاز فیلم. فیلم ها آغاز فیلم ما ثبت کردم. آغاز فیلم شما منتج. هر دو این نفر سه خالی رو صاحب شدن به خاطر که اینجا تنظیم هست. بله شما گفتید جواب رو رستم جان وقت گفتید که قایچی میکنن اما اخیراً وریانت اون رو پوشیدن فیلم گفتید. مونتاژ همش بله اینجا قایچی هست وقتی که لنته رو قایچی میکنیم مونتاژ میکنیم. مونتاژ همون چی آغاز فیلم و مونتاژ کردم. آغاز فیلم و مونتاژ چیزی دیگر است. تنظیم است اینجا. بله خب سومن و صلاح الدین سه خوی رو صاحب شدن. تشکر. مرحبا عکس دیگر رو ما برای شما آوردیم. خیلی چی حاصل میشود امریکا نه انگلیه این
اصلا بایرقی انگلیس انگلیس این کتاب انگلیسی شما فرانسه گوید رسان تو زبان آموزی زبان انگلیسی زبان آموزی زبان انگلیسی شما چی میگید؟ انگلیسی و زبان انگلیسی دو وریان دارم زبان آموزی و چی؟ زبان انگلیسی و خودی انگلیه خودی انگلیه زبان انگلیسی زبان آموزی زبان آموزی با چی؟ باز چی؟ دو وریان پیشنهاد کردم که میمونم دو وریان چهار وریان پیشنهاد کردم برای من چهار وریان دیگه شما از اینجا و شما پیشنهاد کنید من در انتها میپرسم که چی هست وریان آخرانتان شاید که شما جوابی درست رو بگید خب اینجا و یک چیزی عجایب پیش آن است که مثلا چوای را چتر را یعنی زانتیک را باری اول انگلیه و چین نوابسته از همدیگر اختراع میکنند و همین وای چتر هم در اینجا است پس انگلیه خب در اینجا چی هست؟ هدوی هدوی و مرکزی آموزشی زبان انگلیسی زبان آموزی زبان آموزی زبان آموزی آموزشی زبان انگلیسی باز چی؟ زبان آموزی چی هست؟ آموزشی زبان انگلیسی آموزشی زبان انگلیسی هدوی انگلیه و کتاب انگلیسی انگلیه و کتاب انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی خب صلاحی دین؟ زبان آموزی زبان آموزی روی کتاب نکتی شما هم زبان آموزی رو هستید خوب جوان های عزیز هر سه شما دو خولی رو سوی پسید اما سمان سه خور رو اینجا زبان انگلیسی هست کتاب است کتاب هدوی این کتاب زبان انگلیسی است. همه وریانت ها درست است اما اینجا زبان انگلیسی است. باز یعنی که دو خولی شما و سه خور رو سمان سوی پسید اینجا کتاب مقصد زبان انگلیسی است. بله بایرق انگلیه حتی کتاب آورده شده است اینجا و هدوه این کتاب انگلیسی زبان انگلیسی است درست است خب رسم ها چی رو ایمان اصاب معنی سر چارمغز معنی سر چارمغز معنی سر شکلاشو موند بیت تحلیل میکنیم در عکس چی رو میبینید سنگ سنگ چی است چارمغز چی است ولیس پدرون ساحلی که ولیس پدرون که در کوه گویم که ولیس پدرون میرونه چرخه رونده ایستاده است ایروده و این چی میشود در یک جوری؟ اینها جسارت. جسارت. باز چی؟ شاید سختی باشد. شاید سختی باشد. باز چی؟ سختی ها. سختی. خوب فرآیند آخرین شما. وقتی ما خیلی کم مونده است. چی است؟ کوشش باشد شاید. کوشش، سختی، سختی صلاحیت شما رو میشنوام و جمع بس میکنم. جسارت. جسارت. اینجا سختی است. اینجا سخت است. چه موقع سخت است، سنگ سخت و این نفری که بکو دوچرخان رو ایستاده است سختی، این حالتی سختی است سه خولی با سومن و گویم که سرفراز اشتراکچی رقم یک و چهار سه خولی رو شما ایستایی بسید جوابی هر دو شما درست است، اینجا سختی است، سخت است آخران سوال، دریو بید زودتر، آخران سوال، چی حاصل می شود؟ چی رو می بینید در انگز؟ موزه زیبای زنانه ایتالیا خوب ایتالیا باز چی؟ وریانت وریانت گوید چور وریانت پیشنهاد کند و ما میگم واقعا با ایتالیا مانند است چون که اصلا خودی مود در همانجا بیشتر میشود و تا اگر... هم خطا نمیکنیم بعد همین باشنه یعنی همین مناره های قدیمی بیشتر در ایتالیا و میخوره همچنین قبول. اگر با خریطه نظر کنیم اگر شکل سرحد ایتالیا مانند موزه میباشد قبول دوستان جان همه شما سه خالی رو سوی پسید اینجا ایتالیا است بله واقعا ایتالیا است چون که چرا که چرا که من گفتم ولی ولی که من در گذشته وریانت بانک شما گفتید چرا که واقعا هم در خریطه نیز مثل موزه هست خریطه درست است اینجا ایتالیا نشان داده است اشتراکچیان عزیز از شما تشکر میکنیم و ما میرسیم به قسمت جنبست به قسمت حساب کردن خالوها شما آماده هستید بینندگان عزیز خوب کمی دیگر از نزد منیتورهای خود دور نروید ما خودها رو حساب میکنیم و بعدا با شما خداحافظی خواهیم کرد خوب اشتراکچیان عزیز لحظه حساس شما آماده هستید که خودهای گرفتتان رو ما حساب کنیم بله آماده هستید بله به یگان غمگینی و به یگان خفگی بخاله خوب من برای شما میگم که کی چند خول رو صاحب شد از اشتراکچی رقم یک آغاز میکنیم سومن حمید و خولی 20 رقم 20 رو شما صاحب شده یعنی که 20 خول از شماست اشتراکچی رقم 2 صلاح الدین 16 خول اشتراکچی رقم 3 رستم جان 15 خول و سرفراز شما
خولی 17 خول رو صاحب صاحب جوانهای عزیز باز هم تکرار میکنم از اون لحاظ که ما 4 نفر جوان ها هستیم باز هم ما حرمت کردیم بونه را و این نفر سازوار بله جای یکم شدن اما یک چیز رو میگم پیش از اون که برای شما خداحافظی کنم یک چیز رو میگم که اشتراک شدن ارجمند مهم اشتراک است من فکر میکنم که در ان همین رفتی برنامه که با حزل و دوستانه محاکمه کردیم اندیشه هایمون رو گفتیم من فکر میکنم ان همین غالبیت است و واقعا هم چون ما با مدیران کافدرای شما درخواست کردیم که یک نفری دانشجویان فعال رو پیشنهاد کنید شما رو انتخاب کردن از بین هزارها دانشجویان این خود غالبیت است و باز یک چیز دیگر هست که همیشه سوال ها نیست چیزی نسبی است و من از این گفته نمیتوانم که دانشی من از دانشی رستم جان زیاد است یا رستم جان دانشش از من زیاد است زیرا اون چیزی که من میدونم این شاید که نتوند و این اون چیزی که میدونم شاید که من ندونم این چیزی نسبی است همون قانون اینشتین که قانون نسبیت است این خول شماری ما هم نسبیت است اما ما مجبور هستیم که یک نفری شما رو به بگیم که نیم نهایی دعوت نماییم و نفران دیگرتون رو دست خالی گسیل کنیم از این لحاظ خب تشکر میگم برای اشتراکتون شوخی میکنم این یک گویم که چیز ارمغان هست که برای قهوه نوشیدن برای چای نوشیدن من فکر میکنم که این ظرف برای شما خدمت میکند و همچنین میتوانید رسم گرفته به شبکه های اجتماعی فیسبوک مونید حتما که خب این از شما وابسته است خب توفسپوری رو از صلاح الدین آغاز میکنیم زیرا که سومن یکم جا گرفت جای یکم رو اشغال کردن خب صلاح الدین دوستان مبارک باشد به شما تشکر برای اشتراک رستم چون برای شما تشکر میگم که در برنامه شرکت ورزیدید و همچنین سرفراز دوستی عزیزم تشکر سومن به شما تحفه نیست غمگین نیستید نه خب بله تشکر تحفه شما همین است که شما در دوره نیم نهایی دعوت کرده شدید اگر شما در دوره نیم نهایی برد کنید در دوره نهایی رقابت فکر میکنید اگر که برد نکردید ما به شما تحفه میدیم خاطر نشید تشکر البته این شوخی است مهم تحفه هم نیست اما این یک چیزی هست که من فکر میکنم شاید پس از 5 یا 10 سال گذشت که یک برنامه اینتלקتوالی بود که ما شرکت ورزیده بودیم دانشسنج نام داشت این برای خاطرات هست خب جوانان عزیز به هر یک شما تشکر میگم که در برنامه ما اومدید خب تشکر بینندگان عزیز شما برنامه دانشسنج رو شاهد بودید من فکر میکنم که برای خود چیزی گرفتید و باز هم میگم که اگر شما با برابری ما به سوال های ما جواب جستید و گفتید که این جواب درست است من فکر میکنم که ما موفق هستیم و من فکر میکنم که ما به هدفمون رسیدیم زیرا که شما رو نیز به فکر کردن وادار کردیم و این خوب است اگر شما فکر کرده باشید جواب جسته باشید خب برنامه ما رو میتوانید همیشگی تماشا کرده باشید هم از طریق افیر تلویزیون و همچنین از سامانه های cw.smr.tv و همچنین cw.hgo.tg انا همین سلکه که حالا روی منیتور های شما پیدا شد آن رو تماشا کنید شرح خود رو گوید، پیشنهاد های خود رو گوید و همچنین تکمچه لایک رو پخش کنید، فراموش نکنید. تشکر میگویم برای شما، خوب همیشگی موفق باشید با برنامه ما مونید. خداحافظ.